دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهش برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکا یکه شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه بیست و پنجم ماه مارس است و ارزم به حضور شما که ششم فروردین امروز رو ادهی عقیده دارند که زادروز زرتشت است که البته سندیت نداره اینکه این موضوعی که مربوط به هزاران هزار سال پیشه و نمیشه دقیق معین کرد چه روزی چه ساعتی مثل تنها به راستی تنها دینی که معلومه و تاریخ داره همین دین اسلام اونم این که به خاطر اینکه به حال اومده قدرت سیاسی رو به دست گرفته و به سبب اون که قدرت سیاسی رو به دست گرفته مورخین راجبش مطلب نوشتن بعد کشورگوشایی کرده از بابت کشورگوشایی باز مطالبی رو مورخین مندرج کردن اما از این که بگذریم دیگه به عقبتر که بریم فرض کنید به دین عیسی برسیم تاریخی دقیق نیست تخمینی است این حرفا و یا موسا رو بخوایم مثلا پیداش بکنیم واقعا تخمینی دقیق نمیتونیم ساعت روزش رو بیان بکنیم یا اتفاقات رو تا به نعل به نعل بریم جلو چه برسه به زرتشت یا بعد بریم به سمت خاور دور و ادیان غیر ابراهیمی دیگه اونا سختتر میشه مثل هندو و نمیدونم آریایی و اینا خیلی سخته ولی به از باب این که حالا گفتن ششم فروردین زار روز زرتشت پیامبر است زرتشت هم به حال به عنوان یک صاحب دین صاحب فلسفه صاحب مکتب دارای پیروانی است و اساسا به تاریخ ایران گره خورده ما همین روز رو احترام میذاریم عج میگذاریم و به همه باورمندان زرتشتی در سراسر جهان این روز فرخنده رو از صمیم قلب تبریک و تهنیت میکنیم اما اتفاقات در داخل میهن و امروز بسیار بسیار اصفناک است همون گونه که شما نازنینان بهتر از من دنبال میکنید دقیق تر از من پیگیر هستید و میبینید که داستان دزدی ها چپاول ها و اتفاقاتی که داره میفته نمیدونم اون یارو امام جمعه گفته اون یکی حالا رسیده به مشهد و به داستان پسر علم الهدا و همه قصده هایی که شما میدونید که یه نظامی که پایش بر اساس دروغ بوده یعنی بنیانگذار این رژیم کار خودش رو با دروغ شروع کرد و از ابتدا دروغ گفت همه رو بر دروغ استوار کرد بنابراین دروغم میگن ام الفساد مادر همه فسادها همین اصلش دروغو اون در حقیقت آقای ایرج بزهزاد هم خیلی زیبا اینو ترسیم کرده بود که دروغو آ آ آ, آ دروغ چرا تا قبل آ آ آ و دروغو دشمن خداست و به و چون بنیانگذار این نظام اساسش رو بر اساس دروغشی طبیعتا نظام فاسد و همه گونه از ابتدا فساد با فساد شروع شده این نیست که امروز اینجوره از ابتدا اگر که دنبال میکردی اگر در متن جریانات بودی میدیدی که چگونه دزدی میکردن نمیدونم همون مراکز تهیه توضیح که درست کرده بودن یه مدلی برای خودشون ساخته بودن ترهایی رو که الگو برداری کرده بودن از شون تودی ها براشون نقش کشیده بودن خب میدی که مثلا داروی قلابی میومد فیلم عکاسی میومد که قوطی خالی بود فیلم فاسد بود همه اینا لوازم یدکی یه داستان داشت هر کدومش رو که نگاه میکردی همجور از ثانیه اول درش دزدی بود و این فساد دامنگیره و من اعتقاد دارم که این نیست که چون اونا در داخلا درگیرن ما هم که در بیرونیم از لحاظ اینکه از باب اینکه رومون سومون به سمت ایرانه و همه مسائلمون مربوط به وطنمون میشه بنابراین این موج در ما هم تاثیر میذاره اجازه که وقت رو ضایع نکنیم بریم خدمت آقای دوشوکی عرض ادب و احترام بکنیم بهترین شاد نوروزی رو تقدیم و حضور این بزرگوار بکنیم و سپاسگزار باشیم از فعالیت ها و کوشش هاش و خصوصاً مطالبی که می گفتگوهایی رو که انجام میده همه در جهت به باور من اطلاعی میهن ترویج اخلاق است اجازه بده که سلامی بلند بالا داشته باشیم آقا درود میفرستم بهترین شاد نوروزی رو تقدیم حضورت میکنم و بسیار خوشحالم که در این هفته اول سال در خدمت تو نازنین هستم از این بابت بسیار بسیار خرسند و خوشحالم من هم متقابلا به جناب علی عرض سلام و درود دارم و بهترین آرزوها رو برای این سال جاری هم برای شما و هم برای بینندگان خوب برنامه شما دارم و امیدوارم که امسال سال خیلی بهتری از پارسال باشه ولی واقعیت اینه که 45 سال گذشت از جمهوری اسلامی و جنابالی هم به خوبی اشاره کردید بقیده من مقدمه بسیار خوبی بود این نکته آخری شما که این دروغ واقعا اساس اون فساد هست اساساً و همه نوع مفسدات و فسادها رو به خودش میاره این فرمودید که گریبانگیر گریبان، گریبان همه رو گرفته حتی اونهایی که در خارج هستن من فقط من اینو با بس... جد باور دارم که ما همه درگیر هستیم چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم هممون درگیر این ماجرا هستیم بله و واقعیت هم اینه که یه جمله ای رو که من اضافه کنم اینی که متاسفانه خب ما در خارج هم خیلی از در عرض این بخصوص بعد از اون جنبش سبز خیلی اومدن بیرون یعنی کسانی که بر روی سر سفره جمهوری اسلامی بودن در اون سفره بزرگ شدن و ارتزاق کردند و همون فرهنگ رو متاسفانه اینها به خارج از کشور آوردند یعنی فرهنگ دروغ، فساد، منفعت طلبی چون حال کسی که در, درمیان میان گرگان گرگ ها بزرگ شده یه مقداری از اون خاصیت ها عطمه. اون فطرت گرگی رو خوب ناخداگاه کسب میکنه و یک مشکلی که هم ما داریم و من در طی این سالها مقالاتی هم که نوشتم انتقاد آمیز بوده اینی که اون فرهنگ رو متاسفانه به خارج از کشور منتقل کردن و ما می‌بینیم که این دروغ و دقلبازی و کاسب، کاری و غیره در بخصوص در بین کسانی که گفتم در عرض این پونزده سال اخیر بخصوص از ایران بیرون اومدن حالا چه روزنامه نگار بودن چه انجمن اسلامی بودن چه بخشی از رژیم بودن چه کارگزار رژیم بودن از معاون وزیر گرفته تا خود وزیر که در همین شهر ما زندگی میکنه آقای وزیر سابق به حال متاسفانه این فرهنگ رو اینجا آوردن و اپوزیسیون رو آلوده کردن و البته اینها شما اشاره هم کردید به امام جمعه صدیقی من فکر کنم ببینید شما نگاه کنید این شخص چقدر گریه می کرد در همه جا گریه میکرد. ولی واقعا یک آدم دزد و فاسدی بود و این تظاهر به گریه بعد گفت امضای منو جعل کردن که بعدها ثابت شد که همه هم این رو با بقیدان در ایران میدونن که شما وقتی سند ملکی چیزی رو میخواهید منتقل بکنید فقط امضا نیست اثر انگشت خودتون باید بذارید امضا رو میتونن جعل کنن و اثر انگشت رو که نمیتونن جعل کنن به همین خاطر در ایران اثر انگشت باید زده بشه روی اون ملکی سند. نه اصلا امضای شما رو جعل میکنن که چیزی از شما بدزدن هیچ وقت امضا رو جل نمیکنن که یه چیزی به شما ببخشن بزن. که این اصلا احمقانه ترین استدلال بود که این آدم انجام داد و خیلی ها تو ویدیوهای تنز کوتاه درست کردن پخش کردن که آقا تو رو خدا امضای ما رو هم جل کن برای ما هم یه میلیارد دلار پول بفرست اگه امکان داره نه خب معلومه اینا تو اما بذاریم بریم سراغ این نامه انتقادی و سرگشاده ای که به مدیر جدید بخش فارسی صدای آمریکا در مورد خانم علی نژاد نوشتید یه قدی برامون بگید که ماجرا چیه بله این یک نامه سرگشاده بود به مدیر من یک سال خیلی ساده داشتم و اون اینه که با توجه به این که این جنبش محسا واقعا در ایران خصوص نسل جوان رو بیرون آورد و یک جنبش امیدوار کننده ای بود و تعداد خیلی زیادی از جوانها جان و هستی و مال و چشم و همه چیز خودشون رو از دست دادن و بقیده من زشترین پلشترین کسیفترین چیز اینه که شما برید از این مادران داغدار از این خانواده های دادخواه از این دخترانی که چشم خودشون رو از دست دادن اینا رو استثمار کنید بیارید بعد تو برنامه های خودتون و از این کلاه برای خودتون از این نمد برای خودتون کلاهی بسازید این یک حرکتی بود که خب متاسفانه ما دیدیم بعد از شکسته گروه محسا یعنی اون گروه هشت نفره جورج داون یک یاس بسیار بزرگی رو در بین نسل جوان بخصوص در داخل ایران به وجود آورد که بقیه من هنوزم که هنوزه کالبود شکافی و آسیب شناسی درستی رو اون انجام نشده یکی از موضوعات که من دیدم حدود نمیدونم سه چهار هفته پیش بود خانم مسیح علی در یک طرفه رفته بود به قاضی و در تلویزیون ایران اینترنشنال ادعا میکرد که آقای رضا پهلوی باید بیان جواب بدند و از این حرفا ولی واقعیت اینه که من نامه‌ای که من نوشته بودم به رئیس گفتم که این خانم کارمند شما هست حالا کارمند رسمی یا کارمند قراردادی یا هر چی مهم نیست مهم اینه که ایشون برای صدای آمریکا کار میکنه و اگه وقت اضافی هم داشته باشه برای تلویزیون عربستان کار میکنه شما چطور به کارمند خودتون اجازه میدید که بیاد خودش رو رهبر اپوزیسیون جا بزنه و بره نه به عنوان خبرنگار مثلا با ماکرون رئیس جمهور فرانسه یا نخست وزیر هلند یا وزیر خارجه امریکا و غیره مصاحبه کنه بلکه به عنوان یک رهبر که خودشو رهبر میپنداره بره با اینها و حرف بزن اینی که یه نفر خودشو رو خب من یه نکته دیگری رو همیجا باید بگم چون بسیاری میگن نوشتم که این خانم این تک و تنها دست به چه نمیدونم ابتکاراتی دست ده به موفقیت هایی که اولا که دست نبوده اولا این خانم رو با چرز جرسخیل به اون که اصلاح داخل کشور برداشتن بردن بالا تمامی تلویزیون هر کسی فرق نمی کنه هر کسی رو که این تلویزیون ها شب و روز تبلیغ کنند خب معروف میشه این چیز نرمالیه و ربطی به اون به اصلاح قابلیت ها و شایستگی های درونی و ذاتی اون فرد و خصوص این خانم نداره خب من ازشون پرسیدم واقعا این برخلاف منشور صدای امریکاست چون منشور صدای امریکا مشخصا میگه که باید بیتریفی رو رعایت کنن و خبر رسانی بکنن نه خبرسازی در صورتی که این خانم کارش خبرسازیه این خانم کارش جورنالیستی نیست دیگه ایشون و به همین کاراش باعث شد که اون گروه همبستگی محسا به هم بخوره و یه ضربه بسیار بسیار, بسیار بقیده من بزرگی به سایکولوژی یا روانشناسی ملت ایران بخصوص نسل جوان زد از این نظر این بسیار مهمه که این سوال از صدای آمریکا پرسیده بشه که کارمندی که قرار بیطرف باشه قراره فقط خبر رسانی بکنه چطور خودش میشه خبر خودش میشه خبرسازی و به عنوان رهبر میره با بقیه آیا این در منشور یا اساسنامه و مرامنامه صدای آمریکا اومده یا نه اگر هست که خب بفرمایید چون من نیدم و اگر نیست این خانم از کجا این اجازه رو داره که بره این کارا رو بکنه و شما هم پولهای بسیار کلانی به ایشون میدید و ایشون هم وقتی برجسته میشه من دیدم در یه جایی که از هر سخنرانی که میخواد بکنه سی هزار دلار برای نیم ساعت سخنرانی میگیره خب ایشون رو چه کسانی بزرگ کردن که به اینجا برسه که مثلا برای هر سخنرانی سی هزار دلار دریافت کنه و صاحب بهترین خونها باشه در ضمن این هم ما میدونیم که اولا که شوهرش که نایاکیه و عکسش با ظریف هست دوما این خانوم هم که در انگلیس بود من واقعا حیرت میکنم چون سالهای متوالی ایشون طرفدار رژیم بودن ویدیوهای فراوانی از ایشون هست که حتی از خامنه ای طرفداری میکردن شما در مقدمه فرمودید که این رژیم از همون روز اول جنایتکار و دزد و فاسد بود و واقعا درسته چطور میشه کسی که تا همین چند سال پیش طرفدار این رژیم بود یعنی رژیمی که مثلا در سال 67 هزاران هزار انسان بیگناه جوان بیگناه رو کشت اعدام کرد حالا این خانم میره چند تا از این دکتر خانم ها که چشماشون رو از دست دادن جمع میکنه میاره آمریکا که برای خودش یک کلاهی بدوزه و این داره سو استفاده میکنه از این آدمای آسیب این آد... آد... آدمایی که از دست جمهوری اسلامی آسیب دیدن و... و در کنار کسی میشینه که این فرد برای سی و اندی سال بیش قریب چهل سال طرفدار این رژیم بود سر سفره این رژیم بزرگ شده تمام شگردها و هنرها به شما فرمودید که خمینی به عنوان بنیانگذار این جمهوری اسلامی واقعا از اون اول دروغ کارش رو حالت خمینی بقیده من بعدها اعتراف کرد گفت که ما من خدعه کردم و تقیه کردم رژیمی که اساس و بنیانش خدعه و تقیه باشه خب یه عده که در دامان این رژیم بزرگ شدن مثلا در مجلس کار میکردن که مجلس واقعا بزرگترین فسادگاه این رژیم هست و ما امروز با این, با این مشکلات طرف هستیم که این مشکلات بقیده من بسیاری از ایرانی ها به اونا دقت نمی کنن که یک سری از این صادراتی ها که اومدن خارج از کشور هدفشون واقعا اینه که اولا اون کاسبی خودشون رو ادامه میدن کارایی که در جمهوری اسلامی رواج داره و اینا اون یاد گرفتن و اونا رو ادامه میدن ولی در نهایت نمیذارن که هیچ گونه همبستگی در خارج از کشور شکل بگیره و این یکی از بزرگترین آسیب هایی هست که در بین اپوزیسیون وجود داره یا اگر نه اگر آسیبی نمیرسون به ما مربوط نبود میرفت خودش کاسب کاری خودش رو خوش به حالش من دیدم که در یکی از این سایت ها که مقاله من چاپ کرده بودند یه نفر نوشته بود که شما حسادت می برای همین این نامه رو نوشت نه چرا من حسادت بکنم این خانم خیلی هستن که اینجا اومدن بیزنس میکنن از این خانم میلیاردها پول بیشتر کسب کردن ولی کارشون تو سر چیزی به اصطلاح تو اون حرفه و شغل خودشون هست نمیان کار جمهوری اسلامی سایتر کنن نمیان تفرقه و تشدد در بین مخالفین وجود بیارن طرف کار خودشون میکنین اگه میرفت کار خودشون میکرد و میلیون ها نه که میلیاردها دلار هم گیر می آورد اصلا به ما چه مربوط کما اینکه میگه من خیلی ها رو میشناسم که این کارها رو دارن میکنن و من هرگز هرگز یک میلیون نه بر اونا نوشتم من در مورد اونا نوشتم اونا خودشون دارن تجارت میکنن کارشون رو میکنن من بحثم اپوزیسیون هست بیشتر مقالات من در مورد اپوزیسیون هست کسی که بی اینی آسیب شناسی اپوزیسیون هست و این گونه افراد و عوامل که جمهوری اسلامی برخی از اونها رو فرستاده من در مورد این نوشتم یا وگرنه ایشون حالا خونه چند میلیونی بخره یا نمیدونم برای هر سخنانی سی هزار دلار بگیره و غیره کاری به کار اپوزیسیون نداشت و اگر در راستای استمرار حکومت نکبت و ظلم و زور و جنایت حرکت نمی کرد خب من چیزی نمی همون همونگونی که ده بارم اشاره کردم در مورد بقیه که خیلی پولدارتر از این شخص و از این نوع افراد هستند من چیزی نگفتم حال من زیاد صحبت کردم آیه نه عزیزم راحت باشید بگید دیگه هر که قراره بگی بگی من فقط دعوت میکنم دوستان رو تو بخش مقالات ما نامه انتقادی و سرگشاده به مدیر صدای آمریکا در مورد مسیح النجاد رو بخوانید مطلب خوبی رو آقای دوشوکی اونجا درش کردن ما هم منتشر کردیم و اینا حقیقته یعنی اه... کسایی هستن اینجا خب دارن زندگی میکنن برای زندگیشون بایستی که اه... یه محل درآمدی داشته باشند این ربطی به کسی نداره که کی چی کار میکنه و اینا اما یه وقتی میشه از منظر عمومی وارد قضیه میشی یا مثلا فرض کنید که از دولت آمریکا همین گونه که شما به درستی اشاره کردی سالی چندصد هزار دلار پول میگیری من اون دفعه گفتم اصلا یه فضاحتیه که قابل تعریف و تفسیر نیست ببین شما به عنوان نمونه میخوای منزل تو تعمیر کنی اتومبیل تو میخوای نیاز داره نمیدونم موتورش درست بشه هرچی شما نمیری به یه مؤسسه مراجعه کنی که اون مؤسسه در حال ورشکستگی و همه تا دیواراش تارنکبود گرفته و هیچ مشتری تو مغازه یارو نیست شما هرگز به اونجا مراجعه نمیکنی بلکه به جایی میری که یه بیزنسی باشه رونق داشته باشه رفت آمدی توش باشه بالاخره معلوم باشه یه ترانزکشنی توی صورت بگیره یه عملیاتی در اون مؤسسه انجام بشه شما میگه آقا آه این نشون میده که این مؤسسه مؤسسه خوبیه مؤسسه فعالیه منم میتونم به این اعتماد کنم فلان کار خونه سقف خونهمون میخوایم شیربونی کنیم آسفالت کنیم نام اتاقا رو میخوایم رنگ کنیم میریم سراغ این نقاشی نمیریم سراغ این نقاشی که دست شکسته پا شکسته و اصلا قلمون نداره نمیدونم سطل رنگ نداره نردبون نداره نمیریم سراغی و اساسا قراردادی که صدای آمریکا در چهار پنج سال پیش با چهار سال پیش فکر میکنم با همین تلویزیون اندیشه امضا کرد خ تلویزیون اندیشه در حال بسته شدن بود یعنی اساسا اون تلویزیون بنیادش بر روی سوال بود یعنی وقتی که تا رفسنجانی زنده بود اون رسانه زنده و پر رونق بود به محض اینکه رفسنجانی مرد اون رسانه یهو تعطیل شد و صاحب اون تلویزیون آقای دورمانی تلویزیون رو به ارزش یک دلار واگذار کرد به آقای پیرزاده آقای پیرزاده در حالی اون تلویزیون رو صاحب شد که از شورای ایرانیان که شاهزاده رضا پهلوی اون رو درست کرده بودن حضور داشتن و بعد بهار بنا و یه سری مسائل حالا ما دوباره بگیم اسباب داستان خواهد شد دوباره حمله به ما شروع میشه بر اساس یه سری مسائلی که معلوم بود اون شورای ایرانیان به حال معلوم نشد به کجا رفت و چه اتفاقی افتاد خانم گلستان و آقای پیرزاده هم جزء بزرگان اون جریان بودن و به همون اعتبار اصلا اونها شناخته شده هد. به اعتبار اینکه اونها نزدیک به شاست رضا پهلوی بودن شناخته شدند ولی اونم به مثل هزاران سوال دیگه همجور لنگ در هوا باقی موند و معلوم شد چی شد حالا یه حال اون تلویزیون رو اون آقای دورمانی به ارزش یه دلار واگذار کرد به آقای پیرزاده ای که از شورای ایرانیانی که چراغش خاموش شده بود ولی اعتبار آقای پیرزاده این بود که در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفته به او واگذار کرد ولی ایشون نتونست تلویزیون رو اداره کنه کسی نیومد دنبال چرا چون که اصلا اون شورای ایرانیان دیگه وجود نداشت کسی به این آقا اعتبار نداد و این تلویزیون داشت چراغش بسته میشد داشت درش تعطیل میشد من در جریانم خب دو تا کوچه بالاتر اینا برنامه دارن دیگه بالاخره ما همه تو یه راسته کار هستیم توی یه بیزنس هستیم همه از حال هم خبر داریم میدونیم که اون سر کوچه یه چی کار میکنه تو پاساژیه چه جوری کار میکنه همه هم دیگر رو میشناسیم نمیتونیم سر همو نمیتونیم کلاه بذاریم میتونیم سر دیگری رو کلاه بذاریم ولی سر همدیگر نمیشه کلاه بذاریم چون همه همدیگر رو میشناسیم از پس و پی هم خبر داریم برای یه زد و بندی میگم اون رو اومدن خانم درخشش که مدیر قبلی بود با یه زد و بندی قرارداد بس با آقای پیرزاده و تلویزیون تعطیل شده رو یه جان دوباره بهش بخشید اون تلویزیون هم اکنون هم هیچ برنامه ای نداره یعنی شما هیچ نمیشنوی که بله بله بریم تلویزیون اندیشه فلان شخصیت در تلویزیون شما قبلا اونجا رفتین نرفتین برنامه داشتین نداشتین نداشتی. آقای دوشیکی در تلویزیون بله بله داشت. من برنامه داشتم بله الان سال شما رو صدا کردن هستن که برین اونجا برنامه من مطمئن هم. نیستم تلویزیون اندیشه حقیقت شما من نمیدونم هنوزم هستن هست هنوزم هنوز برنامه آفری. داره آفرین آفرین همین سوالی نه هیچکی نمیدونه برای که برنامه نداره فقط محل ضبط برنامه شطرنج و دو برنامه دیگه صدای آمریکاست و محلی است برای تدوین برنامه هایی که باز اون هم همش آقا خیلی جگرسوزه مثلا یه آدمی که نمیدونم مال خبرگزاری های ایران بود و مسئول های ایرانی بود و اینا اومده اینجا یه مرتبه این شد یعنی هم مسئول صدای آمریکا در کالیفرنیا و اصلا وحشتناک اتفاقاتی که میفته اصلا باور نکردنی اتفاقاتی که میفته نمیدونم به حال همش یه جوری یه داستانهایی وجود داره که مردم بیگناه وطن من بی اطلاع هستن و رو موج احساس با احساس اینا بازی میکنن اینا رو در حقیقت احساساتشون رو تحریک میکنن و از اون در حقیقت سو استفاده میکنن مثل همین داستانی که شما تعریف کردید دختران بیگناهی که در این جریان محسا قربانی شدن واقعا دختران زیبایی که اومده تلویزیون تعریف میکنه که تفنگ رو گذاشت رو دستم و اونجا شلیک کرد اون یکی میگه که توف... در حقیقت پینت بال بود اما تو گلوله سرب گذاشته بودن همچی پینت بال پینت بال هم نبود سرب توش بود وقتی که میزد در حقیقت آزار میداد اون یکی گفت زد صاف گرفت تو چشم زد اون یکی گفت با آلت تناسلیم چند بار شلیک کرد بعد تو اینا رو بیاری از بابت اینا برای خودت نمیدونم من نفهمیدم عاقبت کار چیست حالا هم یه داستان دیگه اتفاق افتاده و اون هم داستان ایدی و نمیدونم که هر سال کاخ سفید این مراسم رو برگزار میکنه و خانم کمل حریس هم اومد به زبان فارسی یک کلمه عید شما مبارک گفت و بعد آرزوی نیکی کرد و و بعد هم چند تا خانم فائزه آشمی رو به عنوان زن نمونه معرفی کردن که اینم به حال خیلی صدا کرده که کی آقا چرا میخوام نگاه شما رو به این معقوله هم بشنم بفرم خانم فایزه هاشمی زندانی است و خب البته من یه چیزی رو بگم از قدیم هم گفتم تو مقالات هم, هم نوشتم ببینید در بین گروه های مافیایی مافیا شما حتما فیلم های بینندگان شما فیلم های مافیایی رو دیدند مافیا از افراد خودش کسایی که بخصوص از مافیا بریدند خب اونا اصلا میگن میکشند، زیر شکنجه میکشند. ولی چون یه گروه مافیای مسلط اون مافیای مغلوب رو کشته که دلیل نمیشه ما باید به این طرفدار داره مافیای مغلوب بشیم خب به حال متاسفانه یا خوشبختانه یا به هر دلیلی که میخواید بگید این گونه درگیری ها این گونه تصفیه حساب در بین مافیا اتفاق میفته ولی نکته بسیار مهم اینه که بقیده من این اینو در مورد خانم فایزه هاشمی میگم در مورد خیلی های دیگر که سر سفره جمهوری اسلامی بزرگ شدند میگم ما باید برگردیم به همون چند روز یا چند هفته یا چند ماه بستگی داره که از کجا شما مخواید شروع کنید بعد از انقلاب بیستوه بهمن که این رژیم از همون روز اول جنایتکاری خودش رو شروع کرد و بخصوص در دهه شست که این همه انسان رو کشتن در سال شست و هفت که این همه انسان بیگنای پسره دکتره نوجوون که واقعا بقیده من اونا هم اون نمی نمیدونستند فریب خورده بودن هر چیست رو بذاریم رفته بود مثلا نشریه مجاهد یا نشریه چریکای فدای کل نشریه کار رو میفروخت. اینا رو گرفته بودن چند ماه چند سال زندانی کرده بودن بعد همینا رو آوردن اعدام کردن در اون زمان یعنی جنایتی که این رژیم اون زمان مرتکب شد بقیده من خیلی بیشتر از جنایتی بود که در جنبش محسا جنبش محسا حدود 600 نفر کشته شدن ولی در سال 67 در عرض یکی دو سه ماه هزاران نفر رو کشتند از این نظر این رژیم از همون روز اول یک رژیم جنایتکاری خب چطور میشه آدمی که با این رژیم هست این رژیم نه فقط جنایت کرده آدم کشته بلکه ایران رو ویران کرده فساد دزدی انواع و اقسام زدیت با ایران و ایرانی در ذات این رژیم هست شما با این رژیم بودید خبرنگار این رژیم بودید طرفدار این رژیم بودید بعد یه, یه روزی مثل اون گروه مافیایی یا اون فرد مافیایی که خسته شده میاد از مافیا بیرون خب میگید من مخالفم نخیر شما همراهی کردید با این جنایت های این رژیم سالیان طولانی همکاری کردید با, این با جنایت های این رژیم الان هم که اومدید خارج به جای این برید ته صف اومدید جلوی صف خودتون رهبر میپندارید و البته من واقعا نمیدونم چرا خب دولت امریکا دولت های گذشته امریکا خب اینا با اصلاح طلب همیشه رابطه خوبی داشتن و همیشه طرفدار اونها بودن و فایزه هاشمی را از همون دیدگاه نگاه میکنن برادر فایزه هاشمی هم زندان رفته بود ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم برادر فایزه هاشمی در اون ماجرای کرسنت در اون ماجرای گازی که قرار بود بفروشند و با امارات و اینها چقدر پول دیدن؟ یعنی طرف پول دیده. حالا یه دزدی رفته زندان من بیام ازش طرفداری کنم چون زندان جمهوری اسلامی رفته و زندان جمهوری اسلامی بیگناه ها را هم میندازه زندان این که واقعیته از این نظر بقیده من اینایی که میان خارج اینایی که من نمیدونم در زیر یکی از این پستایی که در مورد همین خانم فایزه هاشمی بود من خوندم یه جایی که واقعا انسان باید بسیار بسیار ساده باشه یعنی ماها واقعا باید ساده باشیم که فکر کنیم که مثلا فایزه هاشمی که پدرش بنیان یکی از بنیانگذاران این رژیم بود یکی از جنایتکاران بوده واقعا ولی خب در این زد خورده ها و تصفیه حسابای مافیایی کشتنش خب اون دیگه مشکل داخلی اونهاست مشکل خانوادگی خود رژیم جمهوری اسلامی است و ما نبا... نباید فراموش کنیم که اینها در کنار جمهوری اسلامی بودند اون زمان که بدترین جنایت ها را مرتکب می شده از این نظر اولا این کسی که از رژیم جدا میشه میاد بیرون من از اون استقبال میکنم خیلی خوش اومدن ولی دیگه نرم روی صف نه نه دیگه ما رهبر شدیم طرف اومده طوری میگه من میتونستم تو جمهوری اسلامی باشم میلیاردها دلار اونجا دزدی بکنم اختلاس بکنم ولی این کار نکردم اومدم بیرون شما اپوزیسیون هم باید به دست منم ببوسید عجب الان اگه برگردیم به اون مقاله من که نامه سرگشاده بود به رئیس تلویزیون فارسی صدای امریکا دقیقا در همین مورد هست چون من این خانم رو خوب به خاطر دارم خانم علی نشاد رو واقعا طرفداری میکرد از رژیم جمهوری اسلامی همین لندن که اومده بود شدیدا طرفداری میکرد رأی میدادن به مردم یعنی رأی میدادن و مردم رو تشویق میکردن به رأی دادن در یک ویدیویی هست بله ده ها ویدیو وجود داره در این مورد ویدیوهایشون وجود داره چه دلیل, دلیل داره که جلوی سفارت جلوی سفارت که رفته رأی داده یه عده بهش حمله کرده بودن هم همین تو همین لندن تو همین چند سال پیش دور دوم روحانی ریاست جمهوری روحانی همه اینها با اون آقای وزیر اسمش حالا یادم رفت ماجرانی و آقای بهنود آقای فرخ نگهدار تمام اینهایی که طرفدار رژیم بودند و هستند رفتن رای دادند و اپوزیسیون رو گفتن این اپوزیسیون برانداز اصلا هیچ جایگاهی تو ایران نداره مردم میخوان از طریق رأی این رژیم ج... اوضاع بهتر بشه خب همینا الان اومدن کاسه داکتر از آش شدن ولی از, از این ور هم نگاه میکنیم میبینیم که این واقعا عوض شدن نیست هر انسانی ممکنه عوض بشه یه میگن هر انسانی در هر برهی ممکنه عوض بشه نظرش تغییر پیدا کنه ما باید این حق رو به انسان ها بدیم ولی وقتی ما با دقت نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از اینها اصلا عوض نشدن عوضی شدن به خاطر پول و امکانات زیادی که بعضی از این سازمان ها و نهادها و دولت ها به این گروه های مختلف حالا فعال سیاسی حقوق بشری و غیره دارن میدن خود طرف اگه این همه پول گیرش نمیاد حالا شما فرمودید که این چند هزار دلار از صدای آمریکا من واقعا نمیدونستم حقیقت رو بگم من فکر کردم چون یک سری فیش های صدای آمریکا بود که تو اینترنت منتشر کرده بودن من دیده بودم و یعنی خود دولت در سایت دولت آمریکا اینا در سایت دولت آمریکا بود نه اینکه یه عده نمیدونم فتوشاپ بکنن یا در نه نه تو خود سایت دولت آمریکا من رفتم و شما اونجا اسمها رو میزنید کسانی که بودجه دریافت میکنن یا حقوق دریافت میکنن من دیدم که حدود 100 هزار دلار یه بار بیشترینش من فکر کنم 110 هزار دلار بود در سال برای یک ساعت کار در هفته یعنی شما آدما در غرب حدود چهل ساعت کار میکنن در هفته کسی که یک ساعت کار میکنه در هفته اگر قرار چهل ساعت کار میکنه باید حقوقش رو چهل برابر کرد این چهل زر به زر صد هزار که خدا میدونه چی میشه از این نظر ما میبینیم که نه اینا واقعا عوض نشدن به خاطر پول عوض شدن اینه این پولشون رو بشه امکاناتشون قطع بشه اینا دوباره برمیگرد یعنی برمیگردن طرفداری جمهوری اسلامی که از هر جایی که بهشون پول و سود برسه از این نظر بقیده من ما کمکاری کردیم در بین در خارج از کشور در بین اپوزیسیون چون اینا با این پولای هنگفتی که گیر میارن یه عده سایبری رو عجیر میکنن یعنی خیلی جالبه و ما مردم ما واقعا ادام بعضی موقع من فکر میکنم واقعا ما انسانهای های ساده ایرانی هستیم ایرانیا بعد از چند هزار سال هنوزم که هنوزه ما گرفتار یک حکومتی هستیم که حتی از طالبان هم عقب مونده تره از طالبان هم بیارستره طالبان یک گروه قرون وستایی حداقل اونها تونستن ارزش پول خودشون رو نگه دارن همینجوری ولی جمهوری اسلامی الان دلار دولار بالای 60 هزار رفته در نتیجه اینها در هیچ چیزی مهارت و تبهر ندارن جز دزدی و آدمکشی و فساد و اینکه یه عده اینا رو حمایت کردن من واقعا من نمیدونم یعنی من حیرت زده هست البته من بعضی از اینا رو خب همون اوایل انقلاب میشناختم میدیدم ولی حیرت آوره که یه عده فکر کنن فردی که تا دیروز طرفدار جمهوری اسلامی بود امروز واقعا عوض... کسی که عوض میشد بعد از اون کشدار سال 67 عوض میشد واقعا دیگه الان که دیگه خیلی خیلی دیره اینایی که گفتم نه این است و نه است فقط هیله نان است بله فقط هیله نان است آره ولی جالبه یعنی مثلا نمیدونم خانم سپهری نمیدونم بهاره ادایت خیلی خیلی کسا هستند که واقعا در مقابل نظام ایستادن ولی هیچ اعتنایی بهشون نمیشه من تعجب میکنم از خودمون از خودمون مردم که مدعی مقابله با این نظام و مبارزه با این نظام هستیم چطوری مطالب رو به این آسونی میپذیریم دلیل شما براش داری که تجربه شما چی به ما میگه بله منم واقعا وقتی این چیزها رو میشنوم و میبینم فکر میکنم هیچ کاری نمیتونم هیچ حرفی نمیتونه بزنم مگر اینکه دهانم از تعجب همجور وا بمونه شما مثلا در نظر بگیرید خانم سپهری رو فاطمه سپهری رو هم. یا اون من یه مقالی نوشتم در مورد مقایسه کردم سال گذشته بین سپیده قلیان و این خانم خانم رشنو خانم سپیده قلیان زیاد،, زیاد هستن بله شما اسم بردید من حقیقت شما خواهید خب اسم همه آدم نیست اینها واقعا مبارزن در داخل دارن مبارزه میکنن این طرف که اومده بیرون در داخل با جمهوری اسلامی همکاری میکرد نه اینکه که مبارزه کنه این خانم وقتی اومد کارهای یعنی سالها رفتار رژیم بود و من واقعا شما از من پرسیدید تجزیه و تحلیل من چی هست هم. من واقعا نمیدونم مگر اینکه باید به این نتیجه برسیم که متاسفانه متاسفانه دولت های غربی مثل دولت انگلیس یا دولت امریکا یا فرانسه خب اینا از قدیم الایام رابطه بسیار خوبی با اصلاح طلبا داشتن و هنوز هم اون رابطه رو دارن یا وگرنه وزارت خارجه امریکا چرا نباید عکس مثلا خانم فاطمه سپهری رو بزنه که واقعا هزینه داره واقعا چقدر زجر کشیده هست و بقید من اصلا قابل مقایسه نیست با این کسانی که اومدن بیرون یا مثلا به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یه خانم دیگه اومده باباش آخونده در داخل کشور با رژیم هست این خانم اومده خارج که هم فال باشه و هم تماشا بعد رفته مثلا تو جمع جمهوری خواهان بعد تو جمع جمهوری خواهان نشسته و داره میگه که ببینید دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی نیست دشمن اصلی ما نظام پادشاهی است من همین حرف رو از دهان بعضی از این یک دو نفر از این کسانی که با, با قول خودشون استقلال طلب جدایی طلب یا تجزیه طلب یا هر چیز اونا هم همینه میگفتن میگفتن دشمن ما جمهوری اسلامی رژیم جمهوری اسلامی نیست دشمن ما فارس هست و رضاشاه هست و پهلوی هستند خب اینا رو جمهوری اسلامی یه نکته مشترکی بین این گروه های مختلف وجود داره که اومدن بیرون و اینا کسایی هستند که خب ما میبینیم که مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال هر روز تقریبا اینا رو میاره اینا رو بزرگ میکنن تلویزیون های مثل بی بی سی اینا رو البته بی بی سی در مقیاس کمتری ولی رادیو فردا بخصوص خصوص و ایران اینترنشنال و تا یه مقداری هم صدای امریکا اینا رو بزرگ میکنن اینا من فکر نمی کنم اتفاقی باشه یه نقشه های پشت اینا هست یه برنامه های پشت اینا هست چرا باید جمهوری اسلامی بعد از 45 سال همچنان پا بر جا بمونه در ضمن این رو من به شما بگم من قبلا هم تو این برنامه بحث کردیم در جاهای دیگه از من پرسیده شده که شما مثلا نظرتون امید دادن به نسل جوان یعنی چی من به نسل جوان امید بدم که به اونها برن کشته بشن در خیابونها چشمه های خودشون از دست بدن هزاران نفر برن زندان که مثلا من دوشکی اینجا کاسبکاری بکنم و تجارت بکنم در خون جوانان اصلا بقیده من این کار بسیار زشتی است من قبلا هم به شما بارها گفته بودم چلو پنج سال پیش من تو چابهار که بعد از انقلاب وقتی ما تظاهرات میکردیم من سخنرانی میکردم سخنرانی کردم یادم دقیقا گفتم مردم این رژیم به زودی زود سرنگون خواهد شد این رژیم نمیمونه و الان بعد از چلو پنج سال بیام همون حرف رو تکرار کنم هر سال به سال و واقعیت اینه که رژیم های دیکتاتوری مثل کره شمالی مثل چین مثل میانمار مثل سوریه ونزوئلا، اریتره روسیه و خیلی از دیکتاتوری ها نرفتن اینه که ما فکر کنیم جبر زمان باعث میشه که این رژیم خود به خود بره اینگونه نیست بخصوص اینکه این رژیم واقعا با کمک دولت های غربی من من اصلا یه مقداری حواسم جمعه که این توهم تو، توتعه و نمیدونم تئوری توتعه و غیره رو که کار کار انگلیسی از خارجیه نگم به این باور ندارم ولی ما در عمل که داریم نگاه میکنیم میبینیم این گونه هست اینها واقعا نمیخوان این رژیم بره اسرائیل ب... خدمتی که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد واقعا در طی این سالها هیچ کسی به اسرائیل این خدمت رو نکرده بود و جمهوری اسلامی از اون ور بر... ادعا میکنه که از محور مقاومت داره دفاع میکنه و اونها به امریکا حمله میکنن در عمان که میره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه ده میلیارد دلار تحویل میگیره خب اینا نمیخوان این رژیم بره این یک واقعیت تلخیه یا اگر نه اینا اون زمان که میخواستن طالبان از بین بره خب حمله کردن طالبان رو از بین بردن سوریه میخواستن در اون زمان الان نظرشون عوض شده که از بین بره خب مخالفین سوریه رو همه رو آوردن کنار همدیگه با یه دولت تشکیل دادن و اون دولت رو به رسمیت شناختن مخالفین ونزوئلا را دولت ونزوئلا را کنار هم آوردن و آقای گوایدو رو به عنوان رهبر به عنوان رئیس جمهور برگزیده به رسمیت شناختن و با اون ملاقات کردند اما ما میبینیم که لیبی رو وقتی میخواستن سرنگون کنن خواه حمله کردن کمک کردن به مردم واقعیت اینه که در مورد ایران اینا برعکس عمل میکنن یعنی در مورد ایران تلویزیون هایی درست کردن مثلا عربستان تلویزیون درست کرده که فشار به عنوان یک آلت فشار بر ایران از اون استفاده بکنه که استفاده کرد و ایران رو مجبور کرد که بره در چین با عربستان قرارداد دوستی امضا کنه ولی واقعیت اینه که میبینیم همین کشورهایی که در مورد بسیاری از اون رژیم ها که مخالفشون بودن واقعا اومدن کمک کردن با مخالفین اون گروه ها, اون رژیم ها و دولت هایی رو تشکیل دادن دولت ها رو به رسمیت شناختن حالا در بعضی جاها موفق شدن در بعضی جاها مثل سوریه و ونزوئلا به اون موفقیت نرسن اون یه بحث جداست ولی حداقل تلاش خودشون کردن که این اپوزیسیون ها رو کنار هم بیارن و این همبستگی رو به وجود بیارن اما ما میبینیم که الان در مورد اپوزیسیون ایرانی دارن برعکس عمل میکنن کاملا برعکس عمل میکنند یعنی کاری میکنند که افراد حقیق و کوچک رو بیارن با چرسقیل ببرن بالا یا مثل بادکنک باد بکنن و این تشتت و تفرقه رو به وجود بیارن در بین اپوزیسیون کما اینکه به وجود آوردن و از صادراتی های رژیم من بارها در مورد صادراتی های رژیم نوشتم از این صادراتی های رژیم در این رادیو تلویزیون ها شب و روز به عنوان تحلیلگر استفاده میکنن و اینها من معتقدم که اینها با توجه به این تجربه تلخ 45 سالی که من دارم نگاه میکنم اگر نیک بنگری میبینی که واقعا یه دستهای پشت پرده هست و اینها شما الان مثلا در رزرو تلویزیون های بزرگی که مثلا در هاتبرد هستن اینا فقط تلویزیون انگلیسی و عربستانی و آمریکایی موندند بقیه تلویزیون های ملی و کوچکتر از جمله تلویزیون مثلا منو که تعطیل شد یا تلویزیون میهن خب اینا واقعا در اون مقیاس 250 میلیون دلاری ایران اینترنشنال نیستن حتی تلویزیونی که اون کانال یک به اصطلاح که شب و روز افراد جمهوری اسلامی رو میاره که بقیده من در راستای ایجاد تفرقه هست من بارها این رو گفتم و نوشتم خب اون تلویزیون هم داشت ورشکست میشد از بین میرفت ولی ما میبینیم که همیشه با افراد عجیب و غریب با نامه های موتوری و نمیدونم فلان فلانی میان هزاران هزار دلار میدن واقعیت اینه که من مطمئن نیستم دلار رو این مردم این افراد میدن تا این سال نه بابا ده. کجا این افراد میدن خب من نمونهشم دیگه اگه قرار بود بدن خب چرا به ما نمیدن این مردم ها که به اون میدن به ما نمیدن چه تفاوتی وجود داره بین این مردم و این مردم نه عزیز من از خبران نیستش که نه بابا من دارم بهت میگم من رب بالای رب قرن تو این کارم بالاخره اگه شاگرد سبزی فروشم بودم تا حالا بالاخره فهمیده بودم رئیس سندیکای سبز فروش ها کیه نمیدونم بزرگشون کیه کوچیکشون کیه هر سنفی هر شغلی بالاخره یه استراکتور یه،, یه،, یه, چی داره یه ساختار داره یه استخون بندی داره هیچ تفاوت نمیکنه که این شغل چیه اون استراکتور ثابته اون استراکچر ثابته هیچ تفاوتی نمیکنه اون نظام بندیش یکیه حالا فرم فرق میکنه ولی درونش محتواشون مثل همن همه از کار هم خبر دارن میدونن نه عزیز من اصلا کدوم مردمن که میان هر سال مادر بنفشه پدر روزی روزیتا حرفا پدر بزرگی اون دیگری نه عزیزم اینا همه دروغ کلک حق بازی یادم همین آدم یه کسی برای من نوشته بود اتفاقا از عزیزانم که تو اصلا بیا به جای این کارهایی که میکنی یه برنامه بذار داستان خودتو و سیرتو در این داستان تعریف کن و اینکه این رسانه که بودن چی بودن چجوری جوری دیدیشون چی کار میکردن اینا خب این آقا وقتی که وارد اینجا شد مثل همه اون دیگری اون دیگری یه مقدار با بازی فرش وارد شد یعنی فرش آوردن و از ایران اینجا فرشا رو آوردن امانی که بفروشن بعد پولش رو برگردونن به فرش فروشها به همین دلیل هیچ وقت زن و بچهش نتونستن وارد آمریکا بشن گروه اون فرشوروش ها باقی مونده این مثلا مسیرش عوض شد فرشا رو رد کرد رفت و پولا ممنونش شد چی شد بعد رفت سراغ بدری همتیار بدری متیار زنده است میتونه شهادت بده بچه هاش جلوی من گریه کردن و گفتن که بابا پول پدر ما که بیمه یه پولی بابت پدرمون داد که پدرمون فوت کرد بیمه یه پولی به ما داد بابت خرج کفن و دفن و بقیه ماجراها بعد مادرمون این پول داد به اینو این, این پول هم قرار شد این پس بده که این هم پس نداد و خورد و رفت و و بدره متیار گریه میکرد پسرش گریه میکرد جلوی من و اینام هستن میتونن بیان بگن آقا من دروغ میگم ولی میتونن بیان شهادت بدن بگن آقا من درست میگم دیگه بسته به وجدان خود البته از این ماجرا میگم نزدیک سی سال گذشته دیگه همه چی فراموش میشه کدورتام خود به خود میرن زخمم بود یه کتهی روش بسته دیگه آدم یادش نمیاد اون درد و رنج رو به یاد نمیاره ولی واقعیت ها همیشه هست تاریخ همیشه حرف خودش رو سرانجام میزنه بعد اومد یه مجله درست کرد به نام همونی که اسمش الان از ذهنم همین لحظه پرید همون روزنامه‌ای که در ایران درش کار میکرد و بعد داستان تلویزیون ها که شروع شد این اومد رفت تلویزیون پارس در اونجا هم موفق بود و آدمیه که میتونه پول از دست مردم قاب بزنه یه فان گذاشتن یه پول مفصلی جمع شد آخر شب این بلند شد گوه آقا نسوش مال من بعد اون موقع این آقای شجره مادس شجره با همسرش زندگی میکردن بعد اون خانومه گفت چه پولی به تو بودیم آقا تو کارمند مایی برای ما کار کردی نشستی اینجا و این کار رو انجام دادی چه پولی باید ما شما بدیم شما یه حقوقی میگیری بابتش کارتو انجام بدی هر کاری هم کارفرما بگه باید انجام بدی حالا فان گفتیم فان کن شما فان ریزین کردی کار به کلانتری و پاسبان و فوش و فضیعت کشی بعد خیلی این دوره ایه که تلویزیون داشتن تبدیل میشدن به از آنالوگ به دیجیتال خیلی این تلویزیونات بلد نبودن صاحبان تلویزیون ها نمیدونستن چی کار بکنه اینا چون داشت کامپیوترایز میشد در حقیقت همه چی اینا با اون سیستم قبلی روش کرده بودن حالا یه مرتبه ناگهانی یه موج جدید اومده و اینا عقب افتادن خب یه سری از اینا اومدن رفتن خیلی قصه است آقا خیلی قصه طولانی برنامه شما رب نداره ولی مقصودم اینه که اینا همینجوری هر جوری که تونستن کمکی به مردم نکردن فقط برای خودشون کار کردن همین مقاله هم که شما نوشتی و مقاله دقیقی هم هست به نظر من که به این مدیر صدای بخشی فارسی صدا آمریکا راجع خانم مسیح علی نژاد نوشتی همه قصه ما همینطور بوده ظرف این چل چند سالی که این نظام بر ما حاکم بوده همش بر اساس منافع شخصی بوده هیچ چیزی بر مایه منفعت عموم نبوده ما یاد نگرفتیم این رو متاسفانه که میهن چیه مردم چیان اینا رو هیچ کدومش رو هیچ وقت یاد نگرفتیم فرجهی پیدا نشد که این اتفاق بیفته چون میدونی اینا تو این 150 سال گذشته در حقیقت پر رنگ شده و ما هم کشورمون در یه شرایطی قرار گرفته بوده که توی این دو جنگ بین الملل هرچند که ما مستقیما وارد جنگ نشدیم ولی عملا درگیر جنگ بودیم در جنگ دوم که کشورمون واقعا اشغال شد و اون امکان پدید نیومد که اینا تعریف بشه مردم تعریف بشن مردم یعنی چی وقتی ما میگیم پیپل این پیپل معنیش چیه وقتی ما هنوز جغرافی های مملکت اون رو یاد نگرفتیم در نچه نمیتونیم میهن پرستی رو در حقیقت از مردم توقع داشته باشیم مردم ما ناآگاه نسبت به میهنشون نسبت به مردمشون یه درد کهنه است متاسفانه وجود داره امیدوارم با کمک فعالانی چون شما در حقیقت کمک بشه این راه ها باز بشه مردم همدیگر رو پیدا بکنن تا مردم همو پیدا نکنن این گره گشوده نخواهد شد من اینطوری نگاه میکنم تا نظر شما چه باشد بله واقعیت هم همین البته خب یک کورسوی امیدی هست چون من در بعضی از سایت باید, باید امیدوار بود بله خب بله. خب البته من به امیدواری امید دارم اما وعده سرخرمن دادن و امید واهی دادن به مردم بدون اینکه شما اون زیرساخت ها و اون عواملی رو که میتونه این امید امید رو تبدیل بکنه به یک واقعیت به اونها نپردازید خب در دل انسان یا در ذهن انسان فقط امیدوار بودن که کاری رو درست نمیکنه خیلی فقط با یک امید واهی تل بقیه من رجی این رژیم که یکی از تبهکارترین رژیم های و یکی از دروگوترین هیلگرترین رژیم های دنیا هست که میتونه حتی در بین دشمنان حالا من رج... هر چی نگاه میکنم به جان خودم آقای دوشکی تو تاریخ نمونش رو ندیدم اینا خیلی حیوله های وحشتناکی هستن تاریخ تو نداشتیم نمونهش رو نداشته بگیم این مثل فلان دوره است مثلا نیست نداریم چی؟ این این اینو هیولا رو نداشتیم بله کاملا درسته شما مثلا در نظر بگیرید به عنوان مثال میگم چین رو مثلا یه حکومت دیکتاتوری دیگه ولی چین حداقل به خاطر منافع ملی خودش میره دیگران رو قارت میکنه چپاول میکنه میاره به چین جمهوری اسلامی درسته مثل چین که حکومت دیکتاتوری ولی جمهوری اسلامی مردم خودش رو قارت میکنه بیت المال رو قارت میکنه به عنوان بیگانه پرست و این پولا رو میده به حماس میده به حزب الله به هشت و شعبی به حوثی به زینبیون به فاطمیون و و و از این نظر نا. از نظر دوم هم این همون گونه که گفتم واقعا من رژیمی رو ندیدم که مثلا بیاد کودکان رو هزاران هزار کودک رو بکشه رژیمی که امام جمعهش به عنوان یک روحانی بیاد در جلوی مردم در نماز جمعه هی گریه کنه مردم فکر کنن واقعا این دل رحمه واقعا این انسان پاکیه ولی در پلشتی و زشتی و کسافت حد و اندازه نداره من با شما کاملا موافقم ما با به همین دلیل من میگم ما با یه رژیمی طرف هستیم که بینهایت هیلگر هست و بی نهایت جنایتکار هست این رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ بشار اسد نیم میلیون سوریه رو کشت 6 7 میلیون رو آواره کرد شما فکر کنید برای بقای خودش حاضر نیست یک میلیون دو میلیون ایرانی رو بکشه حتما این کار رو خواهد کرد ام. ما در تاریخ واقعا در یک دامگه خطرناکی گیر کردیم و به همین دلیل من میگم که این روشنگری ها بخصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی البته این ای کاری که من دارم ازش صحبت میکنم به عنوان مثال در بین مخالفین هست شما مثلا در نظر بگید من به عنوان مثال برای فردی که براش احترامم قائلم آقای اسماعیلیون مثلا خب آقای اسماعیلیون اگر اون اتفاق براش پیش نمی ایشون مخالف جمهوری اسلامی نمی شد ایران <applause> کتاباش هم چاپ می یعنی ایشون مبتکرانه از درون از اون وجدان خودش که بگه, که بگه من این وجدان درونی من هست نه به که جمهوری اسلامی کاری بر علیه من کرده یا بگنه جمهوری اسلامی من دارم میگم کار به خصوصی بر علیه من نکرده بر علیه من دشکی یا بر علیه خانواده من حالا بحث اینه که این وجدان من منو وادر میکنه من بیام این کارا رو بکنم مخالف بشم و حداقل هر کاری که از دستم بیاد برای این رژیم انجام بدم ولی ایشون اگر اون اتفاق برای خانوادهش رخ نمیداد ها ما رو نمیزدن هزاران نفر دیگر رو هم میکشن کما اینکه کشتن هزاران نفر رو از از دی 96 گرفت تا آبان 98 تا این جنبش اخیر تا قبل از اون در هشت سال 88 و همه اون واقعا جان دادن ندا آقا سلطان در مقابل دوربین زنده زنده یادمون هست خب اونها جنایت بودن چرا وجدان این افراد آزرده نشد و حاضر نشدن بر علیه جمهوری اسلامی کاری بکنن چرا همین خانم اون موقع وجدانش آزرده نشد و بعد از اون اومد تعریفم کرد از, از خامنه ای تعریف کرد بعد از سال 88 تا بعد از کشتار وحشتناک امثال ندا آقا سلطان ها امروز میگه که من مخالفم و خب یه ده هم این رو میپذیم یعنی ما قهرمانان اتفاقی داریم که حادثه ها اینها رو وادار کردن بیان و این مشکل رو ما ایرانیان داریم و من واقعا نمیدونم که این مشکل که فقط یک نیز مشکل این مشکلات ما چندین لایه هستند ما فقط به چند تا از اونها میپردازیم مثلا صادراتی هایی که اومدن برای ایجاد تفرقه در خارج از کشور حالا دختر آخوند باشه یا همکار سابق یک آخوند یا هر کسی این مشکل... مش... مردم ایران هم در داخل مشکلات عظیمی دارن و واقعا من وقتی میبینم مردم داخل کشور میرن این همه هزینه میدند و یه عده موج سواری میکنن تا از این ره برای خودشون مال و منال کسب کنن واقعا افسوس آوره افسوس آوره و ما هم که فقط میتونیم یه حرفی بزنیم مقاله بنویسیم ولی امکانات وسیعی در اختیار دارن گفتم که الان این تلویزیون هایی که در اختیار اینها هستند از تلویزیون بی بی سی گرفته ایران اینترنشنال صدای آمریکا رادیو فردا و غیره یاد کانال یک حتی که بقیده من در اختیار اونا هم هست که برای ایجاد تفرقه بوجود آوردن واقعا من نگاه میکنم جمله آخری که میتونم بگم دست ما کوتاه و خورما بر دست ما کوتاه و خورما بر آقا بسیار زد ممنونم سپاسگزارم. تشکر تشکر میکنم سمیمانه از فرجه که در اختیار ما قرار میدی مطالبی رو که در اختیار هموطنانت قرار میدی از سعیم قلب برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم و بهترین شادباشای نوروزی رو تقدیم حضور تو نازنین و خانواده میکنم ممنون از اینکه مهر میکنی و ما رو همراهی میکنی سپاس منم از, من از جنابالی کمال تشکر رو دارم که این فرصت رو در اختیار ما میگذارید و جمله آخرم این که من فکرم در همه این نامیده امیدی هست به عنوان مثال شما اگر در سایت های مثل گویا که رعی مثبت و منفی داره و هر فرد, فرد میتونه یه رعی بده نگاه کنید من تا امروز از که نگاه میکردم زیر مقاله من بیش از 500 و خورده ای نفر مثبت زدن یعنی با من موافقن و فقط صد و خورده ای نفر منفی دادن یعنی واقعیت اینه که اکثریت مردم با اون حرفایی که ما میزنیم با مقالاتی که ما مینویسیم با رأی خودشون دارن نشون میدن و که اینها خوشبختانه از این نظر بقیده من امیدی هست و تلویزیون شما هم در همون راستا من معتقدم که در راستای روشنگری اطلاع رسانی و امید آفرینی وظیفه بسیار بزرگی داره کار بسیار بزرگی داره میکنه که باید ازش تشکر کرد ممنونم ازت به حال ما تقلای خودمون رو به نوبه خودمون انجام میدیم بازم سپاسگزارم ازت و تشکر میکنم سیمانه ممنون تا فرصتی دیگه متشکرم بها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر عبدالستار دوشوکی این فعال بلوچ رو امیدوارم به حال این صحبت ها راه بوده باشه و کمکی به ما کرده باشه برای روشن شدن بهتر از این محتوای این برنامه دعوت میکنم به بخش مقالات ما مراجعه کنید و در سایت میهن و مقاله آقای دوشیکی اونجا هست میتونیم مطالعه کنی و سایر مقالات رو هم ببینی بازم ازت ممنونم سپاس از شما